اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما اخاط به الموج. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين و همه المعصومين. السلام عليكم و رحمه الله. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک این عید سعید، عید الله الاکبر، عید غدیر خم. محضر شما محبان و شیعیان حضرت امیرالمومنین، دیشب مشهد مقدس بحثی رو داشتم با عنوان اهمیت غدیر و نتیجه، شاید بگم مثلا 2 ساعت بحث در اونجا، یک جمله بود که از نظر حقیر من تاریخ رو به 2 بخش تقسیم میکنم: تاریخ قبل از غدیر و بعد از غدیر. ما زیاد متاسفانه توجیه نیستیم در غدیر چه اتفاقی افتاده و شاید یک جاهایی عید سعید غدیر خم رو مثل یک عید مذهبی دیگه، مثل عید فطر یا عید قربان برگزار میکنیم. حالا چون بالاخره محبت امیرالمومنین در دل هامون هست، یه خورده ویژه تر. منتها هیچ کدام از این اعیاد قابل قیاس با غدیر نیست. غدیر مهمترین روز تاریخه از نظر بنده. غدیر حتی از روز بعثت آقا رسول الله هم از نظر حقیر مهمتره. اتفاق مهمتری افتاد. روایات اینطور میگه، قرآن اینطور میگه. ما بعد از پیامبر گرامی اسلام دیگه پیامبر دیگه ای نداریم و بعد از امام زمان امام دیگری هم نداریم. یعنی باب پیامبری و امامت بسته شده. کسی دیگه نمیتونه پیامبر بشه، کسی دیگه نمیتونه امام بشه. پیامبری و امامت یک صورت باطنی داره که میشه ولایت، اما باب ولایت بازه. یعنی الان میتونه کسی ولی الله بشه از بین شما بزرگواران. فلذا از این جهت یک نعمت بسیار بسیار بزرگه، بسیار بسیار بزرگ. به جرئت میتونم عرض بکنم که نعمتی به بزرگی غدیر ما نداریم. حالا این رو عرض میکنم و اثبات میکنم خدمتتون. نکته دیگه اینه که ما درک صحیحی هم از نعمت اساسا نداریم، چون غلیظیم، چون تو این دنیای جسمانی گرفتار شدیم. برداشتمون از نعمت اینه که مثلا طرف چه میدونم خوش قد و بالا باشه مثلا، الزام این نعمت هست، اما یک نعمت گذراست. 30 سال 40 سال بعد به پیری میخوره دیگه، قدش خمیده میشه، زیبایی پیر میشه، صدای خوب لرزان میشه، حنجره پیر میشه، اون هوشی که طرف داره از دست میده، میره اواخر عمرش طرف آلزایمر میگیره، نسیان میگیره، مشاعرشو از دست میده. بالاخره علی سعودی افولی هم داره دیگه. یا برداشتمون از نعمت این نعمت‌های مادیه. آقا این فلان ماشین چند ده میلیونی، چند صد میلیونی سوار میشه. آقا فلان کسک فلان جا خونه داره. چرا؟ چون درگیر این جسمی. ماه مبارک رمضان، عرض کردم تو بحث حدیث جنود عقل و جهل که ما به بهترین شکل ممکن آفریده شدیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. از این بهتر دیگه نمیشه چیزی رو آفرید. به بهترین شکل ممکن آفریده شدیم، شایسته نفخه الهی بودیم، روح در ما دمیده شده و نفخت فیه من روحی. بعد این بهترین رو خدا آورد در به درد نخورترین عنصر آفرینش گنجان، یعنی روح دمیده شد چی؟ در خاک، در جسم. اینجاست که قرآن میفهمه ثم رددناه اسفل السافلین. میگه اونی که احسن تقویم بود ثم رددناه، آوردیمش پایین، اسفل السافلین، در پسترین پستها. کاری که ما باید چی بکنیم چیه؟ دوره برگردیم، از توجه روحمون به این جسم
بکاهیم از به این دنیای خاکی، جرمی، جنسی، پر استکاک، بکاهیم دوباره به اون بالا برگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. اصلا هدف خلقت همین کاری که مثلا ما بعدم وظیفه ما اصلا همینه. روح که فیزیک جامدات نیستش، برش حاکم نیست قوانین فیزیک جامدات که مثلا میگه اینجا هست اونجا نیست. روح توجهه، روح جایی حضور داره که با اونجا توجه داره، چون از موقعی به دنیا آمدن سرگرم و مشغول یه جسمه، میبینی تا آخر عمرم رو همون جسم متمرکز میمونه، از جای دیگه خبر نداره. به خاطر همین هم از وقتی شبا میخوابید یه خورده این جسم راحت میشه، روح یه خورده دستش بازتر میشه، از تمرکزش به جسم کمتر میشه، میره خبر میگیره از جاهای دیگه. طرف خواب میبینه فرداش پس فرداش عیناً تعبیر میشه، تعجب میکنه میگه رویای صادقانه دیدم. این چی شد؟ حالا یک سری افراد هستن با دینداری و عبادت یه کاری میکنن، روحشون به خیلی از جاها، به خیلی از زمانها اشراف داره. این زمان و مکان مال فیزیک من و شماست. این نموداره مکان زمان که ما میکشیم به درد من و شما میخوره، بر روح که اینا معنی نداره. روح میتونه اشراف پیدا بکنه به 100 سال آینده، خبر از 100 سال آینده بگیره. زمان معنی نداره. روح میتونه خبر بگیره از اون طرف دیوار. چون درگیر این جرم و این جسم شده، یعنی خیلی سنگینش کردن، روح آوردن پایین، به پاش قل و زنجیر بستن، گفتن ببینیم میتونی برگردی به جای اصلی خودت؟ یه بار حواسش رو جمع کن دوباره برگرده. مجبور بودم من این مقدمه رو عرض بکنم، هرچند توی سخنرانی قبلی گفته بودم. اساساً ولایت که این هم شما اسمشو میشنوید که یعنی نور، همین مسیر برگشت دوباره به سمت خداست. خداوند متعال در روز قدیر از بهترین و کاملترین ورژن خداشناسی رو نمایی کرد. از این بهتر دیگه نمیشد. بشر به سطحی از رشد رسید که الان وقتش بود رونمایی صورت بگیره. پس اصل نعمتی که گفته میشه یعنی ولایت. به کسی اگر ولایت دادن، اون آدم نعیمه، نعمت برده، و الا نه، چشمای خیلی خوب و بینا بهت دادن، نافذ بهت دادن، خودتو بکشی مثل عقاب نمیشی. عضلات خیلی قوی هم به ما بدن، خیلی از موجودات دیگه هستن عضلات خیلی قوی تر از ما دارن. اساسا این نیستش. حالا یه دی دوستا اینجوری زندگی مثل حیوان زندگی کنه، خب همونجوری که زندگی کنه همونجوری محشور میشه. اولای که کل انعام بل هم ازل. شما در برخی از زیارت نامه مثل زیارت نامه آقا علی ابن مسترزا میخونه اللهم ملعن، اللهم ملعن، خدا لعنت کن که الذین بدلوا نعمتک، لعنت بر اون کسایی که نعمت تو رو برگردوندن. چیکار کردن؟ اومدن قد مردم رو کوتاه کردن، چش و چال مردم رو در آوردن، اینه که نعمت نبود که. و حمل الناس علی اکتاف بله آل پیامبر، و میگه مردم رو بر دوش اهل بیت پیغمبر سوار کردن، یعنی اهل بیت کشیدن پایین. اینا کسایی هستند که چی؟ نعمت رو بدل کردن، عوضش کردن، یعنی نعمت و ولایت از دست داد. نشد اون بهره برداری که بعد از امیرالمومنین صورت بگیره بگیره. 25 سال خانه نشینی و جامعه اسلامی درگیره ابتدایی ترین و پسترین اهداف بشه، نهایت رشد از نظرشون این بود که رفتیم فلان کشور رو گرفتیم، به همان کشور گرفتیم. روشن ارزش نداشت. اسلام نیومده که برای یک کشور گشایی بکنه که، اسلام اومده قلبها رو فتح بکنه. آن نوری که همراه پیامبر فرستاده شده بود ندیدن. قرآن میفرماد فالذین آمنوا به، میگن کسی که ایمان آوردن به پیامبر، و عزروه و نصروه و تبعوه،
و تبعیت کردن از کی؟ نور الذی، از اون نوری که فرستادیم معهو. چطور یه نفر میگه اول میگم کسایی که پیامبر رو ایمان آوردن، بعد مسئله اینه که تبعیت بکنن از اون نوری که بهش براش فرستادیم. حالا یه دیگه گفتن این منظور قرآنه. اون چطور پیامبر قبلش ایمان آورده یعنی قرآن قبول نداشته؟ مگه میشه اینا پیغمبر قبول داشته باشه کتابش قبول نداشته باشه؟ که روایت ذیل همین آیه میگن که این مراد امیرالمومنینه. اساسا ویژگی نور چیه؟ نور ویژگیش اینه که قدرت تمییز به وجود میاره، به آدم اشراف میده. همین سالن اینجا، همین مجلس، اگه چراغ خاموش بکنی یه نفر بخواد از اون ور سالن بیاد این طرف سالن، صد تا دست و پا میشکونه، مردم اذیت میکنه. چی شد؟ شناخت ازش گرفته شد به واسطه نور. آیا در محیط دستکاری کردیم؟ نه والله، همون محیط. آه خیلی از تاریکی میترسن. تو تاریکی چه اتفاقی میفته؟ مگه میز ماهیتش عوض میشه؟ مثلا میشه کوریکودیل؟ مگه میشه هیولا؟ نه، چون قدرت اشراف رو از تو میگیره، قدرت شناخت رو از تو میگیره. جالبه تا قبل، تا زمان پیامبر رو میفرماد، از بعد پیامبری که اون نور قدرت تشخیص میده، تا اونجا که زمان پیامبر هست، تو همونجا شیطان میتونه تصرف بکنه که کرد. خود قرآن، و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا، یه قرآنی که هدایت شفاه، اما برای ظالم، ظالم یعنی چی؟ کسی تو ظلمته، کسی که از نور بدش میاد. میگه همین قرآن خسرانشون رو زیاد میکنه. الان شما این داعشی‌ها رو دیدید، آیه قرآن میخونن سر میبرن. تا مبنا اون نوره. اصلا اونجایی که ما آدم میشیم به واسطه اون نوره است. ابزارشو داریم ما، چشم. شما میخواید چیز ببینید، دو تا چیز میخواد. یکی چشم میخواد، یکم نور باشه تو محیط، بعد میبینیش. هر کدوم اینا رو نداشته باشی چیه؟ نمیبینی. دیدن میسر نمیشه. برای همینم امیرالمومنین میفهمه کاری که پیامبران میکردن این بود که میومدن با اون داشته های عقلی توی ذهن بشر ور میرفتن، میگفتن تو چشم داری، کور نباش، نگاه کن. جالبه، حالا من آیاتش براتون میخونم. در قرآن وقتی رجوع میکنیم موارد متعدد کسایی که از هدایت و پذیرش ولایت امیرالمومنین سرباز زدن و خدا با عنوان کور ازشون یاد میکنه، و مراد نابینایی چشم جسمی نیست، اصلا اثبات میشه. خدا آیه داره میگه منظورم نابینایی چشم نیست، میگه نور بینتون بود، میدیدیدش اما نمیخواست ازش بهره برید. سوره تقابون اون اعراف 157 بود. سوره تقابون آیه 8، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذي انزلنا، و اون نوری که باش فرستادیم، والله به ما تعملون خبیر، به خدا من خبر دارم، من والله خدا خبر داره از اون کاری که دارید انجام میدید، دارم میبینم دارید چیکار میکنید. چیکار میکنه این آخر آیات؟ به این دقت کنید، چرا یوی خداوند متعال میفرماد بابا دارم میبینم ما چیکار دارید میکنید، با یه کاری دارم میکنن دیگه. یا در جای دیگه میفرماد یریدون لیطف نور الله با افواههم، میخوان نور خدا رو با فوت کردن خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، میگه من تمام میکنم نورمو. آما این نور تموم شدن داره آخه، نور میتابه دیگه، تمام کردن نداره که. پس اینجا میفهمی منظور این نور یعنی هدایت. میگه جلوی هدایت رو وایستادید، گرفتید، فاصله انداختید تا الان 1400 سال، اما تمام میکنم. این متم نوره یعنی ظهور. و شمس، یادم همینجا شب احیای شب نیمه شبان موضوع بحثم همین، یک بخشش راجع به همین شمس صحبت کردم. میگه و شمس و ضحاها، میگه یعنی مراد پیامبره، و القمر اذا تلاها، ماه نورش از خورشید میگیره. یعنی امیرالمومنین میگه و ماهی که بعدش میاد، و النهار اذا جلاها، او یعنی ظهور، که نور روز میشه وسط ظهر، سر ظهر.
و لیل اذا یخشاها، او کسایی هم که بین پیامبر و امیرالمومنین تا ظهور فاصله انداختن، شب درست کردن. به این دقت کنه، این شبهای دهگانه خیلی عجیب تو قرآن بهش اشاره شده. و لیالن عش مثلا جای دیگه داریم، میگن کسایی که اومدن تاریکی به وجود آوردن، بدجور هم خدا باشون به قولی تا کرد و نفرین و لعن و فلان. این نوری که وقتی صحبت میکنیم از ولایت که روشن کردن مسیر الالله از قبل از این دنیا بوده، خوب دقت کنید، الان هم هست، بعد از این دنیا هم کارایی داره. نیاز ما به اهل بیت بعد از دنیا کمتر نمیشه، بیشتر هم میشه، چون کارایی ما بیشتر میشه. ما الان درگیر جسمیم، درگیر خیلی چیزها هستیم. بعد از مرگ بهره‌وریمون از اهل بیت خیلی بیشتر میشه. اصلا اصل لذت یعنی همین، تو مسیر ولایت یعنی مسیر الالله سیر کردن، اصل لذت اونه. حالا نداشته باش قرآن مثال میوه و حوری و نمیدونم چی و چی اینا زده، بله اون نعمات هست، اما اصل اونه. مگه نمیخونید در کامل و زیارات که وقتی در بهشت رو باز میکنن به بهشتی میگن بیایید تو، یه جیر اونجا نشستن اسمشون دارن حرف میزنن، سرگرم یه جلسه هن. نمیرن تو. این حوری ها میان دم در میگن که آقا بیا تو، میگه ساکت داریم صحبت میکنیم. ای داستان چیه؟ بعد میگن چیه؟ میگن دارن در مورد ابو عبدالله صحبت میکنن. اینقدر لذت داره، اینقدر کشش داره، او حوری سیخی چند بقول. یکی از بهترین نعمات بهشتی نوری که عرصچنگایی در بهشت ساطع میشه. وقتی از ماهیتش میپرسن، در روایت داریم که نور لبخند امیرالمومنین. یه امیرالمومنین حضرت زهرا با هم دارن صحبت میکنن، لبخند میزنن. از این اتفاق اگه خاطر عزیزان باشون، کسایی که عرایض بنده رو دنبال میکردن، یک بار من یادم در همین هیئتی که آقای طاهری در واقع تشریف دارن، اونجا این بحث شراب‌های الهی رو عرض کردم. گفتم بابا شما می‌بینی بهترین شراب الهی که سرمست می‌کنه بهشتیا رو، میگه بابا اینا از جامی می‌خورن کان مزاجها کافورا، که مزه کافور میده. اون مزه‌شو از کجا گرفته؟ عین یشربو به عباد الله. این تازه انگار از اون چشمه ای که عباد الله ازش میخورن یه قطره برداشا انداختن تو جام اینا رو داره مست میکنه. میبینه اون چشمه چیه، بعد همینجوری بالاتر بالا باز اون مزه شایی چی دیگه گرفته، میرسی به تهش که سوره انسان توضیح میده. سوره انسان توضیح میده، میگه که اون این تعین به قول این سلسله مراتب این شراب های الهی میرسه به جامی که اهل بیت از اون میخورن. اونا از کجا گرفتن؟ سقاهم رب، خود خدا بشون، واسطه نیست بهش. اصلا از القاب امیرالمومنین جنب اللهه، یعنی کنار خدا. هیچ پیامبری بی حجاب و بدون حجاب با خدا ارتباط نداشته، حتی حضرت موسی. درسته میگن کلیم الله یعنی صدای خدا رو میشنید، اما ما نکته‌ای در این مورد داریم که میگن اون شجره‌ای که از سوش صدا میشنید، این اتفاق به واسطه امام حسین و برخی مجید دیگه به واسطه امیرالمومنین میافتاد. این نور از قبل خلقت ماها بوده. اصلا ملائک به واسطه اهل بیت یاد گرفتن خدا رو چجوری عبادت کنن، بنا عبد الله پیامبر فرمودن، اصلا به واسطه ما اینا یاد گرفتن. ما حمد گفتیم، اونا هم حمد گفتن. ما تسبیح خدا کردیم، اونا هم سبحان الله گفتن. مهدقین لعرش الله، دور عرش خدا بودن. اصلا فرشته ها چطور سجده میکنن به حضرت آدم؟ وقتی در صلب آدم اون نور رو میبینن، اون ولایت رو در صلب آدم میبینن، ساکت میشن. تا قبلش فرشته ها دارن انقلت میارن. دقت کنید تو آیت قرآن، خدای این میاد فساد میکنه، خدای این طور میکنه، خدا میفهمه یه چیزی میدونم شما نمیدونید.
بقول به حضرت آدم میگه به قول این راز رو کن، تا میگه همه سجده میکن. برای همین ما روایت داریم کسایی که از ولایت امیرالمومنین در قدیر سر باز زدن مثل شیطانی هستن که بر آدم سجده نکرد، از همون جنس، یعنی با اون ولایت مشکل داشتن. یا ساده ازش نگذرید. بعد ما میگیم یعنی چی مثلا؟ میگه چه چون درکی نداریم. میگه مثلا بگی آقا شما به یه بچه که توی جنینی که تو رحم مادرشه بهش بگو آقا من دارم در مورد این صحبت میکنم که یه کره زمینی هست قراره به دنیا بیای، اونجا 6400 کیلومتر چه بدونم شعاعش قطرشه چیه. میگه چی میگه؟ بخشایش من خودم هم نمیفهمم چی میگم، روایتو نمیدونم درکی داشته باشم از اون هدایت، از اون نور نمیتونم درکی داشته باشم. من ما هم درگیر همین جسمی، ما هم درگیر همین نیازهای روزمره و روزانه، اما پیامبران میفهمیدن. برای همین هم شما نگاه بکنید هر پیامبری هر چی گرفت واسطه اهل بیت، همه دنبال بودن خودشونو به این نور شبیه بکنن. حضرت زکریا وقتی با اون اسماء پنجگان خدا رو یاد میکنه آخرین خواستش اینه که میگه یه پسر بده شبیه اون پنجمی، این همونم میخوام شهید بشه، سر از تنش جدا کنن تو تشت طلا بذارن. خیلی عجیبه، میخوان خودشونو شبیه بکنن، اصلا سرمستیشون به واسطه شبیه شدن با این ولایت الله. هر کسی هم ذره‌ای تو دل شک تو انبیاء الهی، حالا میگه مخالفت که نه، یه خورده تردید سوال در مورد ولایت اهل بیت پیش اومد، خدا ببین چیکار کرد اون پیغمبرو. شما حضرت سلیمان رو ببینید که حکومتش به شکلی جسد روی تخت افتاده نشونش میده، یا حضرت یونس رو ببینید که در شکم نهنگ فرو میگه، در روایت داریم که این یه خورده تردید درش به وجود اومد که خب ما که پیامبر رو قبول بکنیم مگه علی میخواد چیز جدیدتر از پیامبر بگه؟ و پیامبر قبول داریم مگه همون کافی نیست؟ همینو گفت تموم شد. و اذعان میکنه حضرت یونس که من تو ظلمات نه و ذنون الذهب مغاظبا فزن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من و از نور فاصله گرفتم و رفتم تو ظلمت. هیچ از خودتون نفهمید. و ذنون یعنی چی؟ صاحب ماهی. نون یعنی نهنگ. چطور؟ یه جا میگه که صاحب ما چطور صاحب نهنگ است در حالی که نهنگه داره اینور ما میبردش؟ نه بعد از گفتن این ذکر که نجات پیدا میکنه صاحب نهنگه میشه، میگه بردم صاحب، تا قبلش اسیر اون نهنگه. خود حضرت آدم ذره تردید میگن پیدا کرد نسبت به این ولایت، به اون شجره میخواست بدون چیز دست بدونه. اون شجره دنبال درخت سیب و گلابی نباشید، اون شجره طیبه اهل بیت بود. حضرت آدم دست درست کرد سمتش. اون از قبل بوده، الان این نور هست، بعدش هم هست. اگر بر مبنای این نور خودتو شناختی تربیت کردی اون ور راحتی، وگرنه عذاب خواهی داشت. ما الان مبنای شناختمون نسبت سنجامون راجع به چطوره؟ میگه این برادر اونه، این پسر اونه، اینطور نسبت میشناسه. اصلا باید تو شناسنامه نام پدرتو بنویسن، نام خانوادگیتو بنویسن، یعنی بگن این از کدام صلبه، از کدام نژاده، از کدام خونه. اون دنیا اینا نیست. آیه قرآن یوم یفر المرء من اخی، میگه داداشت فرار میکنی نمیشناسیش، و امهی و ابی پدر مادرت هم نمیشناسی، و صاحبتهی و بنی همسرتو نمیشناسی، بچه هات هم نمیشناسی. داداشت خیرتو میگیره میگه دو پشت سرم غیبت کردی، رد کن بیا. چون اینا نسبتهای این دنیاییه، پدر مادری نسبت به اون نور سنجیده میشه. اینجاست که شما اونجا یک جمله معنی پیدا میکنه و انا و علی ابا و هازه الامه، من و علی باباهای این امتیم.
پدر مادرت اون موقع اونها باید باشن، نسبت به میسنجیده میشه که چقدر به اون پدر، به اون پدر مادر شبیهی. همه چی نسبت به این نور سنجیده میشه، به ولایت یعنی سنجیده میشه. اصلی ترین چیزی که سوال میشه، وقفوهم، نگرشون داریم، انهم مسئولون، اینا جواب بدن. فرمان الهی صادر میشه، پرسیدن که این یعنی چی؟ بودن از ولایت علی میپرسن. اصلا نبع عظیم امیرالمومنین، اتفاق مهم هستی، خبر بزرگ هستی، راز بزرگ هستی، ولایت امیرالمومنین. اما یتساءلون، آی مردم از چی دارن میپرسن؟ عن النبع العظیم، از اون خبر بزرگ. الذي هم فيه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون، میفهمید به زودی میفهمید، صبر کنید، این لحظه مرگتون. جوری میشه آیه آخر همین سوره، قبلا اینو بحث کردم، آیه آخر همین سوره میگه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، لحظه مرگ کافر میگه ای کاش تراب میبودم، ای کاش خاک میبودم. چرا؟ برای اینکه بابام بشه ابو تراب. شما اون دنیا برادر خونی خودتو نمیشناسی، اما برادری که روز قدیر باهاش صیغه برادری میخونی یوم المعاخات، روز برادری، اونو میشناسیش. عجیبه، میگه اون برادر تو رو میشناسد تو محشر، شفاعتت هم میکنه. برای هم میگن برید با سعی کنید با آدمایی صیغه برادری بخونید که سرشون به تنشون بیارزه، اون دنیا آویزونتون نشن حداقل. اون دنیا میشناسیشون هم تو رو میشناسه، قشنگ هم دیگر میشناسی. چرا؟ چون تو روز قدیر با او برادری خونده. یعنی چی؟ یعنی مبنای برادری چی بوده؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه همچین برداشتی از قدیر داری؟ ولایت رو نشون میدادن به پیامبران، نور ولایت رو نشون میدادن، اصلا اینا لذتشون همین بود. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. میگه ما ملکوت آسمان زمین فکر رفتم کره ماه بهش نشون دادن، میگه ملکوت آسمان زمین رو بهش نشون دادیم. طرف از امام صادق میپرسه چطور به عزت ابراهیم چی نشونه؟ حضرت امام صادق فرمود اینطوری، یه دست کشید پرده ها جلو چشم طرف رفت کنار. ما اون نور رو نمیبینیم. حسنی در مورد برخی از بزرگان نقل شده، میگه آقا شب داشت نماز میخوند، یه نفر رسید اون که چشم دیدن این نوع نور رو داره، رسید میگه دیدم از سجادش تا آسمون داره نور میره بالا. این نور رو ما نمیبینیم. همین کنترل رو بردارید، این کنترلی که کانال عوض میکنید، چشم شما نورش رو نمیبینه، اما با دوربین گوشی موبایلتون نگاه کنید، با دوربین گوشی موبایلتون نگاه کنید، دکمه‌ش رو بزنید می‌بینید، نورش رو می‌بینید. انگار چشمه باید عوض شه. اون میگه آقا خونه که توش قرآن خونده باشه توش نور هست. حالا ما قرآن می‌خونیم یعنی چی؟ یعنی یه لامپ لازم نیست، این حرفه. ملائکه اون نور رو می‌شناسن برای ردیابی. یه خونه توش قرآن بخونی ملائکه محل تردد ملائکه میشه، اون نور رو میشناسن. ما چقدر امروز شما، من و شما خودمون رو مسلح کردیم به اون نور، اون نور ولایت. اینی که شما میخونید اللهم انی اسألک ان تصلی علی محمد النبی رحمتک، و کلمت نورک، میگه نور تو، همینش میفهم در مورد یه نوری داره صحبت میکنه. و انتم لقلبی نور الیقین، میگه قلبم پر از نور یقین کن. نور یقین یعنی چی؟ و صدری نور الایمان، سینم رو پر از نور ایمان کن. و فکری نور نیات، تفکر منو با این نور روشن بکن. و عزمی نور العلم، همینطور لسانی نور صدق، و بصری نور ضیا، و سمعی نور الحکمه. میگه گوشم نور حکمت، یعنی چی؟ آینه گوش کنی؟ چند صد نفر آدم اینجا نشستن، من یه آیه قرآن دارم میخونم، یهویی میبینی تو این جمعیت چند صد نفری 10 نفر یک برداشت عجیب غریب از این آیه میکنن.
ای من یه وایس ساطع کردم، یه صدا فرستادم، چرا ده اینا گوشاشون فرق داره؟ یعنی چی؟ یعنی گوش درونی، گوش میانی، گوش اینا رو ولش کن، اون گوش حکمت. طرف میبینی یه اتفاق، یه تصادفی براش پیش میاد، یه مشکلی براش پیش میاد، زندگیش عوض میشه، خدا رو پیدا میکنه. چرا؟ این چشمش میتونسته این نور رو تشخیص بده. همون تصادف جلو 100 نفر دیگه اتفاق میفته، تکون نمیخورن. یه کسی مثل شمر ملعون، من نمیخوام شبیه عزیزتون کنم، اما دیگه بعد چه معجزه جلو چشش اتفاق میافتاد که نباید بری تو گودا؟ دید چاقو نمیبره. چرا چشش نمیبینه؟ چرا قلبشونو درک نمیکنه؟ کوره. امام رضا علیه السلام میفرماد الامام که شمس طالعه، امام مثل یک خورشید طلوع کننده است، طلیعه داره که جلا میده همه چیز رو به نورها، للعالم، عالم رو با نور خودش جلا میده. وحیه فی الافق، خودش هم اون انتهاست مثل خورشید. به حیث لا تنالها العیدی والابصار، جوری که نه چشما میتونن بهش نگاه کنن نه دستا به خورشید میرسه. میگه وقت توهم نزنید شما میتونید به منشأ ولایت، یعنی به اهل بیت نزدیک بشید، به مقام اهل بیت نزدیک بشید، از این توهم بیاد بیرون. این خیال باطله. اصلا هم حضرت آدم یه همچین تصوری درش وجود داشت، فکر میتونه به اون جایگاه برسه؟ امکان نداره. امام یه همچین ویژگی داره. این دو تا آیه رو گوش کن، میخوام آخرش نکته خیلی ظریفی بگم و عرضم رو جمع کنم. قرآن میفرما طه 124 و من اعرض عن ذکری، هر کس از ذکر رو یاد من دوری بکنه، فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، روز قیامت کور محشورش میکنیم. گفتیم این نور هم قبل از خلقت ما، هم این خلقت جسمی و بعدش کارهایی داره. اون دنیا که به این نور بیشتر نیاز داره نمیتونه استفاده کنه، فلذا نمیبینه، فلذا نمیشنوه، فلذا اذیت میشه. اسمشو بذارید جهنم. این چشش با این نور قرآن میفهمه کور محشورش میکنه. و من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا کور بود، فهو فی الاخرت اعما، تو آخرت هم چیه؟ نابینا محشور میشه. با اضل سبیلا، حتی توی آخرت کوری و نابیناییش بدتره. چرا؟ چون نیاز به نور اونور چیه؟ بیشتره. این منظور کوری و نابینایی چشم جسمی نیستش که. میگه اونی که تو این دنیا دلش کور بود نمیفهمید، اون ورتازه مونده، بدبختیش اون طرفه، بیچارگیش اون طرفه. بعد اینا دادشون در میاد. سوره طه 125 میگن لب قال رب لما، برای چی حشرتنی اعما وقت کنت بصیرا، چرا منو کور محشورم کردی؟ من تو دنیا چش داشتم میدیدم، چرا هیچی اینجا نمیبینم؟ قال کذالک، آره همین جوریه. فنسیتها، آخه یادتون رفت، فراموشش کردید. چیو فراموش کردم؟ و امروز فراموش میشید. چیو فراموش کردن تو این دنیا که حالا اونور فراموش میشن، چش ندارن، هیچیو نمیتونن ببینن، تو زجر و عذابن؟ اسمشو بذارید باز دوباره جهنم. مؤمن نور امامشو میشنسته، چشش داره. آقا شما کدومتون امیرالمومنین ندیدید؟ چی کار دارید امشب اینجا؟ این نور تشخیصش با این چشم نیست، با دله، با قلبه. سینه مؤمن نور امامشو میشنسه. حضرت باقر علیه السلام میفرماد یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین، نور امام در قلب مؤمن انور من الشمس المضیئه، از خورشید تابان نورش برشون بیشتره. به نهار، خورشید تابان وسط سر ظهر. و هم والله، و اونا والله ینورون القلوب المؤمنین، اون امامان که قلبای مؤمنین اینجوری نورانی میکنن که میشناسنش. قرار بود قلبا نورانی بشه، قرار بود بشر
نور الهی رو تشخیص بده، سرگرم این بدبختی ها این جرم روی زمین نشه. آقا بهترین تکنولوژی دنیا، بالاترین سرعت دنیا میخواد مال کدوم هواپیما بشه که بشر رو جابجا میکنه؟ جنگنده ها بیان هواپیمای کنکورد بود که هم ترکید که جمعش کردن، جنگنده ها بیان بشر رو جابجا بکنن. وقتی تو ولی الله بشی پاتو برمیداری هر جا دلت بخواد همونجا میذاری زمین، بجرد بشه تیوله از چقدر فاصله میخواد. این مرحوم آیه بهلول یا بهلول، این که حافظ کل قرآن بود 178 سالی هم عمر کرد، ایشون آدم عجیبی بود، کسیشون جدی نمیدونستن، ایشون از اولیاء الله لای مردم همینطور داره میچرد، یه نون ماست میخورد فقط ازش همین. یکی از منبری ها بر ما تعریف میکرد، میگفتش که من خودم در یکی از شهرها یکی از این آدمای هیئتی خوشنام اون شهر ما رو دعوت کرده بود، پیرمردی بود، او میگفت خاطری از این آیه بهلول نقل کرد، میگفت یه روز آیه بهلول نشسته بود کنار ما، یه عدسش گرفت، عدسش گرفت آب بینیش پاشید حالا روی زمین روی لباسش هرچی، میگفت من ثانیه‌ای فکر نکردم، این کلاه روی سرمو دروردم سری پاک کردم همین. گوش شب که شد منو صدا کرد، گفت زمان صدام بود را کربلا بسته بود، گفت چه آرزویی داری؟ گفتم آرزو دارم یه سر برم حرم ابو عبدالله. میگه دست منو گرفت، گفت این آیه های، میگه خود ایشون گفت یه سری از این آیه هایی که خونده بود یادش مونده بود، سوره اسراء آیه اولش گفت نمیدونم چند بار بخون نمیدونم چی، یه سری چیزا هم خودش همینجوری میگفت، میگه من همینجوری تو حیات خونم داشتم قدم میزدیم، دو قدم برداشتم قدم سوم نگاه کردم وسط بین الارمینه. میگه رفتیم قشنگ زیارت کردیم حرم و خلوت، این حضور فیزیکی ها، یعنی جسم میره اونجا، میگه حرم و خلوت برگشتیم، باز دوباره برگشتیم، میگه برگشتم گفتم که ای کاش یه نجف هم میرفتیم. میگه ایشون هم برگشت من گفت عقل نداره دیگه، نخواستی چرا نخواستی؟ آره دیگه برگشتم تموم، بکش خودتو با این جرم و این جسم، همش درگیر قوانین فیزیکی، چجوری جاذبه رو خونسا کنم، چجوری استکاک هوا رو کم کنم، چه روز قدیر قرار بود بشریت جوری تربیت بشه که این حادثه میانمار اتفاق نیفته، تا این داعشی ها به وجود نیفته. فلذا گناه تمام این سربریدن ها، تمام این جهل، میلیارد میلیارد بشر رو کره زمین داره با خریت و جهل میمیره، همه اینا گردن اون کسایی که جلو نور اهل بیت 1400 سال پیش فاصله انداختن. بله خاطر تعارف میسازه حدیث، آقا من آیه قرآن دارم الان نمیتونم باز بکنم، سوره فجر بخونیم، یه لا یعذبه عذاب احد احد الناس رو به اندازه این بابای چادا قرآن مد نظرش میگه من دنیا عذاب نمیکنم، یک فرد خاص مد نظرش بود. وقتی شما به منشأ نور نزدیک باشی، به منبع نور نزدیک باشی، سایه‌ای که میندازی خیلی بلند میشه. ببینید وقتی شما یک کتابی رو بردارید به لامپ نزدیک میکنید، هر چی نزدیک کنی سایه چی میشه؟ اینا در زمان اهل بیت سایه جلوی نور ایستادن، سایه انداختن تا الان 1400 سال، 1400 سال جهل بر دنیا حاکم شده. قرار بود همه ولی الله حالا بایستیم تو ظهور این اتفاق بیفته، اون اتفاقی که خیلی زودتر باید میفته، ما داریم در روایت در ظهور عقل مردم 40 برابر میشه. مردم چون تربیت میشن از بچگی درست بار میان دیگه، به ندرت گناه صورت میگیره، نه که نفس نباشه، نفس هست، اما نفس تربیت شده، لجام زده شده، افسار داره، افسار نفس دست عقل اون موقع. این همه گناه روی زمین، این همه فساد روی زمین، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، فکر نه علکیه؟ چه اتفاقی میفته در قدیر که خدا آیه سوره مائده رو شما بخونید، آیه نازل میشه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کافرها مأیوس شدن از دین شما دیگه، ما پرده برداری کردیم، بهره برداری کردیم، رونمایی کردیم از نور الهی، فا
فلا تخشاهم فخشاون، با اونا کار نداشتیم. من خدا الیام همین امروز اکملت لکم دینکم، دینتون رو کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم. نعمت نعمت یعنی ولایت کامل دیگه عرضه کردم، نسخه تربیتی آخرین ورژنش عرضه شد، مسیر رسیدن به خدا آخرین ورژنش عرضه شد، آخرین آپدیت خدا داد و رضیتو و رضایت دادم لکم الاسلام دینا، که اسلام دین شما باشه. چه اتفاقی افتاد اون روز؟ تو همین آیه که میخونید میبینید مثلا خداوند متعال راجع به این بحثم داره، تو همین آیه که گوشت خوک حرامه نمیدونم چی، برخی از برادران اهل سنت میگن این چون احکام گوشت خوک اومد دیگه، یعنی این اینقدر مهم بود یهو این تو. بعد ظاهرا این بزرگواران فراموش کردن که خداوند متعال فراموش نکرده، سوره بقره قبلا سالها پیش گوشت خوک و حرام اعلام کرده بود، اتفاق جدید اینجا حرام اعلام شدن گوشت خوک نیست، حرام اعلام شدن گوشت خوک یه اتفاق دیگه است که چه امروز تموم شد. کفار و اینم که دارم میگن کافر، یا فکر نکن منظور این جغل کافر ها بوده ها. روایت داریم در روزه کافی که میفرماد زمانی که این اتفاق افتاد، من آیش هم برای شما بیارم، سوره سوای 20، ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه و تبعوه الا فریق من المؤمنین، میگه ابلیس سیهی زد، جوری سیهی زد که شیاطین از اطراف و اکناف دنیا جمع شده گفتن چی شده بود؟ خب بدبخت شدیم رفت دیگه، کسی گناه نمی کنه، بساطمون رو خدا جمع کرد. گفتن خب حالا چه خاکی تو سرمون؟ گفت من به یه چیز امید دارم. گفتن چی؟ گفت یه چیزی تو دلای ایناست نسبت به این نوری که ازش رونمایی شده، یه بغضی وجود داره، رو همون میخوام سرمایه گذاری کنم. سرمایه گذاری که جواب میرفت. سوره مائده 67 اینو دقت بکنید، یا ایها الرسول، یا ایها یعنی چی؟ باز ای الرسول، توی رسول مشخص، یا خدا چی میخوای بگی؟ پیغمبر تو اینجوری داری مخاطب قرار میدی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تموم کن این چیزی که بر تو نازل شده. بلوغ یعنی کامل شدن، پیام تا الان کامل نبوده، تمومش کن. بعد لحن آیه رو شما رو به خدا دقت بکنید، من نمیتونم اسم روش بذارم چون مخاطب این آیه پیامبر ماست، اشرف مخلوقاته. ببین چی لحن آیه چیه، و این لم تفعل، اگه انجام ندی، فما ولفت رسالته، رسالت خدا رو انجام ندادی. چی باید میگفته؟ بعد اینجاشو گوش کنید، و الله یعصمک من الناس، خدا از مردم حفظتون میکنه. یا رسول الله نگران نباش، میدونم چرا نگرانی برای گفتن این خبر، میدونی تو این دلا چه خبره، منم میدونم چه خبره. پیامبر به جد نگرانی داشت که من دست علی رو ببرم بالا همونجا شمشیر میکشم، همونجا ها. خداوند متعال فرمود دلا دست منه، امروز یه کاری میکنم غلطی نمیتونم بکنم، که شما میدونید دونه دونه اومدم به امیرالمومنین تبریک هم گفتم، در منابع شیعه و سنی اومدم، رسیدن پاشون رسید به مدینه، اولین جلسه رو توی مسجد نبی گذاشتن، گفتن چی کار کنیم. اینجا میشه این آیه میشه که براتون خوندم، که شیطان تونست کارشو بکنه و کار خودشو، ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، گمان خودش رو برای اینا تصدیق کرد، و تبعو اینا هم تبعیتش کردن، همشون الا فریق من المؤمنین، جز یه تعداد کمی از مؤمنین، همه رفتن پشت سرشون بایستن. جون میشه که وقتی بعد از سقیفه چند نفر حاضرن پا امیرالمومنین بایستن؟ به تعداد انگشتای دوتا دست نیستن. عنایت دارید؟ اینجا شو گوش کنیم، آخر آیه میفرماد و لا یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین،
خدا کافرها رو هدایت نمی‌کنه. اینجا پیامبر از چیزی میترسید؟ ببین ما یه جایی داریم، یه آیه داریم در مورد حضرت موسی، میگه حضرت موسی ترسید از اون ماجرایی که قرار بود بیان اونا عصاها رو بندازن، حضرت موسی هم عصاشو بندازه، میگه خیفت موسی، موسی ترسید، از خوف میاد دیگه. امیرالمومنین در نهج البلاغه ظاهرا اشتباه نکنم حضرت میفرماد که این ترس موسی نه که به اون پیامبر ترسیده باشه، حضرت موسی ترس از مردم داشت، مبادا مردم نتونن تشخیص بدن تفاوت سحر از معجزه رو. خدا گفت نترس، نترس، ما باهاتم، نکنه مردم نتونن تشخیص بدن اون روز اونا عصاهاشون یه کاری کنه شبیه مار دیده بشه، بعد منم نهایتا هر کاری بکنم مردم نمیتونن تشخیص بدن. اینجا پیامبر نگران اگه من اینو اعلام کنم همین الان اینو شمشیر بکشن جنگ بشه درگیر بشه، نکنه به کفر برگردن، نکنه همینجا ولایت و قلع و غم کنن. خداوند متعال فرمود نه، امروز من محکم وایستادم پاش، میدونم تو ته دلا رو داری میبینی، خدا میفرمود منم دارم ته دلا رو میبینم، درسته؟ ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اینا کافرن، هدایت بهشون نیستن، اما تو کارتو انجام بده. میگه آسونه، فکر کنم ولایت به هر چیز. میگه رفتن رسیدن تو مسجد مدینه، بحث با هم در گرفت، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن در این که پیامبر صادقه و پیغمبر خداست که شکی نیست. گفتن خب حالا علی رو اعلام کرده بعد خودش، اینو چه خاکی تو سر بکنیم؟ گفتن هیچ، خیلی ساده، پیامبر رو قبول میکنیم، علی رو قبول نمیکنیم. سخت بود براشون، از همین خصوصیات که از جنود جهل من و شما هم داریم ها، واقعا اشتباه فکر نکنید ها، کاملا من میتونم درک کنم چی تو دل اونا گذشته. ببین طرف مثلا میبینی آقای در خونه یه اشتباهی انجام میده، سختش به خانمش میگه ببخشید، میدونه ها، میدونه اشتباه کرده، سختش میگه ببخشید، میخواد جون بده انگار. هر چی این آدم گنده تر میشه این چی میشه کار سخت‌تر میشه. برخی از همین سیاسیون خودمون اشتباهاتی میکنن بعضن که اثرات مالی فرهنگی اجتماعیش عجیب غریبه، حاضر نیستم بیان بگن ما اشتباه کردیم، سخته من برم بگم اشتباه کردم. این روایت اینه، میگه اینا با خودشون گفتن خیلی سخته علی بشه رئیس ما، اینا ما نمیتونیم تحمل کنیم، پیغمبر رو قبول بکنیم علی رو نه، تو ذهن خودشون حلش کردن. و خداوند اسم چی میذاره روشون؟ کافر. تو کافری؟ تو اصل نور یعنی همین بوده. امام صادق علیه السلام میفرماد ان امرنا، به راستی امر ما، ولایت ما، صعب و مستصعب، خیلی سخته، هر کسی نمیپذیره. یا این آیه رو دقت کنید، استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و صلات چیکار کنید؟ کمک بگیرید، استعانت بگیرید، طلب معاونت بکنید، اون بگیرید، کمک بگیرید. استعینوا بالصبر والصلاة فانها لکبیرتون الا علی الخاشعین. میگه کدوم سخت، صبر سخت‌تر یا صلات؟ بگید شما. همه مردم میگن صبر ظاهرا براشون سخت‌تر، اما قرآن میگه صلات سخت‌تر دیگه. فانها، این مؤنثه، صلات مؤنثه، لکبیرتون الا جز علی الخاشعین، جز خاشع جماعت، کسی که علی خشوعن نمیتونن صلات رو قبول کنن. از امیرالمومنین پرسیدن یعنی چی؟ خب نماز کار نداره که سه‌صبح نماز رو میخونیم، صبر خیلی سخته. حضرت فرمود باطن آیه مد نظره، مراد از صبر پیامبر بود که راحت قبول کردن، به صلات اشاره کرد به خودش، به من که رسید کار براشون سخت شد. جز کسایی که خشوع در مقابل خدا سر انداختن زمین، کسی نمیتونه قبول بکنه. امر الهی سخته. اینم خوب عنایت داشته باشید، در مورد اطعامه، در مورد مائده است. این سوره سوره مائده است، یعنی سفره. خدا میفرما سفره پهن کردم براتون، بیاد بشین سر سفره، بیاد بشین سر سفره. ظاهرا دلیل این که اسم مائده نامیده شده آیه 112 به بعد سوره مائده است. ماجراشو براتون میخونم، خیلی جالبه. از قال الحواریون، یا عیسی ابن مریم، حواریون گفتن ای عیسی ابن مریم، هل یستتی و رب، خدات، خیلی آدمای خاصی بودن و نمیگن خدامون، خدات، رب کرد،
اصلا این بنی اسرائیل همین جوریان. آیه قرآن رو بخونید، هر جا میخوام به پیغمبر چیز بکنه سختش نید رویم میگم، مثلا فذهب انت و ربک، خودتو خدات برید بجنگید. خدات میتونه ينزل علینا مائده من السماء سفره از آسمون بنزه مایه شکمی سیر کنیم. حضرت عیسی ناراحت شد، قال اتقوا الله، خجالت بکشید، یعنی چی این حرف شما میخواید؟ این کنتم مؤمنین، اگه واقعا مؤمنید ایمان دارید تقوا پیشه بکنید، خدا میتونه هم بالای سفره بنزه مایه شکمی از عزا در بیاره. اینا گفت سری برشان، قالو نرید ان ناکل، ما میخوایم بخوریم ناکل. این تو اینجا منها، اما تطمئن قلوبنا، دلمون چی بشه؟ اطمینان پیدا بکنه. یعنی اصل مائده بودنش اینجا خیلی جالب، و نعلم ان قد صدقتنا و نكون عليها من الشاهدين، که ما با مطمئن بشیم که تو با ما صداقت داشتی، واقعا پیغمبری. میره حرفشون چی بود؟ یا عیسی میتونه یه معجزه رو بکنی، حالا معجزه این باشه شکم ما سیر کنه. اینکه شکم ما رو سیر بکنه، بغل یه نون عادی هم میتونه شکم ما رو سیر کنه، اما مهم اینه که ما خیالمون راحت بشه که تو پیغمبری. اینجا ببین چی میگه حضرت عیسی، ما هم شاهد باشیم. حضرت عیسی فرمود قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء، از آسمان برای ما سفره بنداز، تکون لنا عیدا، برای ما چی باشه؟ عید باشه. میگه سفره رو چون منظور غذا خوردن نیست، چون اونجا هر روز صبحونه نهار شام عید میشه اگه غذا خوردن مد نظر باشه، میگه چون حجت میخواد تموم بشه میشه عید، چون حق و باطل میخواد از هم جدا بشه میشه عید. لأولنا و آخرنا، میگه اینا این 12 نفر غذا خواستن، حالا 12 پرس غذا خواستن، نون و ماهی هم داد بهشون، میگه این 12 نفر غذا بخورن برای ما از الان تا آخرمون عید باشه. و آیه من که آیه و نشانه از سمت تو باشه، ورزقنا انت خیر الرازقین. اینو تا اینجا گرفتی؟ مائده یعنی چی؟ سفره. حالا زیارت امین الله آخرش ببین چی میگی تو. و مواعد المستطعمین معده، مواعد یعنی چی؟ جمع مائده، سفره های کسایی که مستطعمین طلب طعام کردن حاضره، و حوضچه های از آب سرشار برای تشنه ها حاضره. تو زیارت رفتی زیارت اهل بیت خوندی، آخرش میگه سفره ها پهن شده. پس اصل مائده یعنی چی؟ گرفتی چی شد؟ برای 12 نفر غذا بیاد بشه عید، اون موقع قدیر عید الله الاکبر نباشه، که اصل هدایت عرض شده، تمام و کمال اومده. منظور از رزق مائده تو قرآن اعم از غذا پل و خورشه. والا یه چیزی میگم داخل پرانتز، زیاد نمیتونم بازش بکنم، هر که اهل فن گرفت برای خودش دیگه. میگه حضرت زکریا که تکفل حضرت مریم رو بر عهده گرفته بود، یه بالاخونه براش درست کرده بودن تو بیت المقدس، اونجا عبادت میکرد. کل ما دخل علیها زکریا، هر بار زکریا برش وارد میشد، زکریا المهراب، در اون بالا محراب، محراب نماز خوندن نیست، محراب یعنی بالاخونه. آقا هر موقع هم زمان من تموم شد تشریف آوردن بگید به من. میگه هر موقع وارد میشد زکریا المهراب، خوب دقت بکنید، وجد عندها رزقا، کنار حضرت مریم چی میدید؟ یعنی چی میدید؟ غذایی آورده بودن براشون. پس تو لابد میگه اللهم مرزقنی شفاعت الحسین، به پل خورش میدن ها. اللهم مرزقنی توفیق طاعه و بود المعصیه، به پل خورش میدن ها. اللهم مرزقنی توفیق شهاده، به پل خورش میدن. این ظاهر آیه میگه آیتون میدن میوه چیزی براشون، این کسا اهمیتی نداره، خدا همیشه روزی رسونه. مگه زمانی که عیسی رو به دنیا آورد نگفت از این درخت بگی تکون بده؟ خدا روزی کیو نداده که بخواد اونجا روزی حضرت مریم بیاره یا نیاره؟ بله این اهمیت داره، ظاهر آیه همین هم هست، اما اصل ماجرا اینجا آشکار میشه. دقت کنید، تعجب کرد حضرت زکریا، پرسید گفت قال یا مریم انما لک هذا، این از کجا آمده؟ جواب گوش کنید، قالت هو من عند الله. چی بگید؟ چی از سمت خداست؟ بگید هوه یعنی چی؟ به قضا شما میگه هوه؟ کدوم عرب تا حالا به قضا گفته هوه؟ گفت این به یه بزرگواری داره اشاره میکنه،
میگه این آموزگار رو خدا فرستاده. بعد به من و شما میگن توبه رو حضرت رضا علیه السلام به حضرت آدم یاد داد. هو من عند الله. میگه میشه کسی چیزی گرفته بشه بی ولایت این بزرگواران؟ رزق مریم این بود. مریم رو تربیت اهل بیتی تربیتش کرد. ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حضرت مریم مریم ساخت. یه دلیل قرآنی دیگه براتون بیارم کیف کنید. خوب نهایت داشته باشید. میگه ورکعی مع الراکعین. ای مریم تو هم با رکوع کننده ها به رکوع برو. منتها رکوع بعد از سجود میگه. دقت فرمودید؟ اول میگه یا مریم اسجدی به سجده بود و بعد با رکوع کننده برو. کدوم نماز اول سجده داشته میشه بعد رکوع؟ منظور و هم راکعون ولایت امیرالمومنین میتونه باشه. حالا آیا ما میتونیم خودمون رو برسونیم به ولایت امیرالمومنین؟ عید قدیر عید ولایت امیرالمومنینه. آیا میتونیم از این بهره برداری کنیم؟ میتونیم بگیریم؟ بگم از آقا پشتی نگم شد. بله عرضم رو جمع بکنم. این نکته آخر عرضم خیلی مهم بوده. نه متوجه شدی یا نه؟ نگرفتم نگرفتید دیگه. ببینم اینم واسه کسایی که حواسشون جمع بود برن خودشون دقت کنن. دقت کنید. میگه حضرت مریم اول میگه نمازش سجده ده. گفت با سجده برو بعد به رکوع برو. نماز که اول رکوع بعد سجده. این ورکه ای مر راکه یعنی خودتو به ولایت علی برسون. این شد تجلیل افراز امام زمان صلوات الله علیه.